قطعاً این اخطار رو خیلی دیدین. This item is not available in your country. میگه که این اپ توی کشور شما قابل دسترس نیست. از این بخشش بگذاریم که چقدر میتونه آزاردهنده باشه، میریم سراغ اینکه این مشکل رو دورش بزنیم. سلام ایرانی. زمانی که شما یه اپلیکیشن رو میخواید دانلود کنید، ممکنه که اصلا توی پلی استور بالا نیاره، ولی از طریق سرچ گوگل بالا بیاد، اما با همون ارور مواجه میشید و این به خاطر قضیه تحریم هاست و اینکه ما توی ایران داریم زندگی میکنیم. حالا اینجا دو تا روش هست که بتونید اپلیکیشن های غیر قابل دسترس رو نصب بکنید. اولین روش اینه که وی پی ان تون رو روشن کنید و به یکی از کشورهای غربی مثل آمریکا یا محدوده اروپا وصل بشین. روی اپلیکیشن پلی استور ضربه میزنم و نگه میدارم که این گزینه ها بیاد و بعد وارد اینفو میشم. یه راه دیگه برای وارد شدن به این بخش هست که از قسمت سیتینگ اپ رو بیارید و بعد اپلیکیشن پلی استور رو باز میکنیم. توی این قسمت در نهایت روی استوریج ضربه میزنیم و اینجا دو تا گزینه داریم، کلیر دیتا و کلیر کش، که اگر کلیر کش رو انتخاب بکنید فقط خود کش ها در واقع پاک میشه، اما کلیر دیتا رو اگر بزنید هم کشتون پاک میشه هم دیتا ها. که این دیتا ها چیه؟ کلیر دیتا یه سری دیتا است که خود اپلیکیشن توی خودش در واقع ذخیره سازی میکنه و با پاک کردنش هیچ اتفاقی نمیفته و خیلی هم برای گوشیتون خوبه. حالا اپ رو باز میکنیم و دوباره میایم اون اپلیکیشنی که میخوایم رو سرچ میزنیم، اما ممکنه که دوباره اون ارور رو بهتون بده. اینجا دو تا حالت داره چرا این اتفاق میفته. اولیش این که خیلی ها میگن باید وی پی ان در واقع قبل از اینکه کلیر کش بکنی روشن کنی، خیلی ها میگن بعد از اینکه کلیر کش کردی وی پی ان باید روشن باشه. توی تجربه من ابتدا همیشه وی پی ان ام رو روشن کردم و بعد کلیر کش کردم. اگر این اتفاق براتون افتاد در جریان باشین، هر دو حالت رو تست و ببینید که کدومش برای شما نتیجه میده. مشکل دومم که احتمالا خیلی ها این مشکل رو دارن اینه که کشوری که انتخاب کردین رو تغییر بدین توی وی پی ان تون. مثلا اگر آمریکا رو انتخاب کردین فرانسه رو بزنید، اگر فرانسه رو زدید انگلیس رو بزنید و قطعا مشکلتون حل میشه. شاید هم بد نباشه که در جریانتون بذارم که کشورهای دیگه هم هستن که مثل ما تحریم هستن، مثل چین و سودان و کوبا، که من فقط اینا رو میدونم. اگه شما کشورهای دیگه رو میدونید توی کامنت ها بنویسید. روش اولی که گفتم قطعا بهترینشه. بریم سراغ دومی، اما قبلش ممنون میشم که صفحه من رو ساب و فالو کنید برای دیدن ویدیوهای بیشتر از من. روش دوم استفاده از فروشگاه‌های جایگزینه مثل اپتوید. قطعا به خوبی پلی استور نیست و هیچ فروشگاه دیگه ای قطعا به خوبی پلی استور نیست، اما میتونه کاربردی باشه و اینجور موقع‌ها کارتون رو راه بندازه. اگه از این روش‌ها هر کدوم از این روش‌ها استفاده کردین، نتیجه‌اش رو حتما بهم بگید که خوشحال کننده است. مرسی که تا پایان همراه بودین و تا ویدیوی بعد، خدافظ.